و ترور معمولا و تروریسم ضعیفترین سلاحی است که یک دولت میتونه به کار ببره. وقتی که انسان از منطق، از دلیل، از برهان عاجز بمونه دست به اسلحه میبره، مثل که انسان ماست. و این بزرگترین سلاح خونریزان مدعی ولایت بوده از قدیم تا جدید و حتی در عهد جدید هم، جز با آمدن دولت غاصب و تروریست صهیونیستی در منطقه ما اصلا ترور رو نمیبینیم. ترور بی معنا اصلا معنی نداره، وجود نداره. حد اکثر چیزی که میکشه، حد اکثرش. ولی در 40-50 سال اخیر که این دولت با تروریسم خودشو جا داد، بعد همین سلاح منتشر شد در منطقه، مثل بقیه افکار و اندیشه های وارداتی. اما رافضیان تروریسم، باندهای رافضین ما، باندهای ولایت مآب که خود سایه ابن سبعها و ابن سلولها در داخل اسلام بودن، چرا من میگم باند؟ همه را با هم قاطی نمی کنم. اولا برای که انصاف را رعایت کنم، ثانیا برای که این باندها که کارا رو میکنن، این احزاب به قول پرزیدنت بنی سعد مافیاهای سیاسی و اقتصادی هست که کارا رو میکنن، بقیه رو چیکار میکنن؟ فریب میدن. بقیه مقلدن، فکر میکنند که علی آباد شهریه.